در ادامه بحثمون هستیم برشید، که در ابتدا خداوند دنیا رو با یک پلان، با یک نقشه، با یک برنامه آفرید. و چه زخوتی داشت آدم آرشان لعبدا الشمرا که بهش این وظیفه رو داد. اما این لعبدا الشمرا، این وظیفه کار و نگهبانی که خداوند به آدم آرشان داد، با چه شروع شد؟ آخل تخل، با این شروع شد که از تمام درختان این باغ نوش جونت، کمال استفاده رو بکن، کیفش رو بکن، آخل تخل. پس کسی که فکر میکنه واقعا در دنیا زجر کشیدن عبادته، اینجا داره تورا به ما میگه نه، لذت بردن عبادته. مهمان موقعی که لب به قضا نمیزنه، معلومه که صابخونه چقدر عذابه. اما موقعی که مهمون لذت میبره و بهش خوش میگذره، صابخونه هم خوشحاله. همینطورم ما به دنیا آمدیم که با خداوند لهیت انگ علشن کیف خلقت و عظمت خداوند بکنیم. و کوچکترین چیزی که برای ساتان قابل تحمل نیست همینه، ابدو تشم به سیمخا، اینکه شما چطور عبادت هشم رو با سیمخا، با خوشحالی به جا بیارید. و میاد اول انسان رو نگران میکنه که این سیمخا رو از انسان بگیره، ارتباطش رو از خداوند قطع بکنه، بعد میگه حالا بیاین گناه رو انجام بده. پس امیدواری ما در واقع یک تنابیه که همچنان ما رو به خداوند متصل نگه میداره و از گناه دور نگه میداره، چون ساتان دیگه دستش به ما نمیرسه. هرچقدر انسان امیدوار و سرحالتر و شادتر باشه تو زندگی از عظمت و بزرگی خداوند، که باروخ هشم همچین خدایی رو دارم، همچین پدری رو دارم، همچین تورایی رو دارم، خدا رو شکر این همه میسفوت در روز میتونم انجام بدم. کسی که بتونه امیدوارانه و خوشحال با روحیه قوی، با اعتماد به نفس، ابدو تشم به سیمخا، عبادت خداوند رو به جا بیاره، اون موقع است که همین سیمخا بهش قدوشا، بهش قدوسیت میده و همون قدوسیت از گناه اون رو دور نگه میداره. پس بیاید به عزتشم ببینیم در اسرار خلقت برشید چطور میتونیم خودمون رو آگاه بکنیم که باعث امیدواریمون بشه، امیدواریمون باعث قدوسیتمون بشه، قدوسیتمون باعث نزدیکیمون به خداوند بشه و همین نزدیکی به نور از تاریکی و از گناه ما رو بتونه نجات بده. در بحثمون میخونیم که در پاسوق خداوند چی گفت؟ گفت وظیفه تو در دنیا آخل تخل، که از این خلقت من بهره ببری. چون گفتیم مه حک حتوب لهتیب، چون خصلت آدم خوب اینه که میخواد خوبی بکنه و برای خوبی کردن باید یک گیرنده خوبی وجود داشته باشه. پس خداوند میگه خوبی من قبل از تولد تو حاضر و آماده است که تو بیا استفاده بکنی. نمیگم فعلا بیا خونه تا بعدا یه شامی برات بپزم. شام سفره آماده، قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد شیر مادر در انتظارشه. همینطورم
انسان باید قبول بکنه که قبل از این که بخواد از هر دره‌ای بپره از قبل تناب نجات آماده است که تا پرید زودی اونو نجات بده، اون رو زودی از پرتگاه از سقوط نجات بده. پس راست شو بخواید، ما نباید برای نجات تفیلا بخونیم. همونطور که ما میدونیم در هر دوره ماشیح داره با ما زندگی میکنه و بزرگ میشه، همونطور که موشه ربنو هم از خود بنی اسرائیل بود، بین خودشون به دنیا اومد و بزرگ شد. بعدن خداوند گفت 80 سال پیش یادتونه یه نفر از مصر فراری دادید، گفتید این میخواد ما رو بکشه، همین ناجی شما بود. این که انسان تشخیص بده که نجات در انتظارشه، اون رو به نجات به گئولا نائل میکنه. و هارام ارخود صدیکی میاره میگه معمولا انسان شناختش اون رو به نجات میاره. چه بسا کسی که میخواد رو تیکون هم میدوت روی خصایل خودش کار بکنه، تا ندونه معایبش چیه نمیتونه خودشو بهتر بکنه. بچه‌ای که فکر میکنه لکه روی پیرنش، لکه روی لباسش اشکالی نداره، اصلا این لکه نیست مگه چیه، با همین طریقه غذا خوردن و لباس کثیف مدرسه میره، خرید میره، پارک میره و هی باعث آبروریزی میشه. اما بچه‌ای که میفهمه که این لکه درست نیست، بعد پیرن تمیز باشه، اون موقع است که تو غذا خوردنش مواظبه که پیرنش لکه نشه. متاسفانه ما یک سری از اخلاقها و رفتارها رو برامون طبیعی شده و دلیلی برای پیشرفت میدونیم و هم دلیل نمیتونیم ازش دل بکنیم یا نمیخوایم اون رو درست بکنیم. همینطور هم در مورد گئولا، نجات، چه نجات شخصی چه نجات جماعتی، که انسان باید گئولا شناس باشه، نجات شناس باشه، بدونه که تناب نجات چیه، نه اون چیزی که شیرینه، بعضی موقع چیزی که سخته همین باعث نجاتشه. و همین دلیل ماشیح ما هم با ماست، تناب نجات با ماست، باید فقط تشخیصش بدیم. پس موقعی که تفیلا میخونیم فقط در مورد نجات تفیلا نخونیم گئولا، اینکه خدایا چشمانم رو باز کن که نجات تو رو در اطرافم تشخیص بدم، بتونم پذیرای نجات تو و کمک تو تو زندگیم باشم، اینکه قبول بکنم تو دلسوزتر از منی، تو به موقعیت من آگاهی، تو بیشتر از خود من مواظبمی و میدونی که واقعا احتیاج من تو زندگی چیه. و همین در واقع به انسان امیدواری میده و امیدواری نزدیکی به خداوند، و نزدیکی به خداوند دوری از ستان و گناه میاره. پس میسوت هشم مانند اولین دستوری که خداوند به آدم آرشون داد، آخل تخل برای راحتی خودمونه، برای کمک به خودمونه، برای نجات، برای خوشبختی و سرافرازی خودمونه، نه برای سختی و پس رفت. خیلی ها هنوز که هنوزه پیشرفتشون رو تو زندگی مدیون اون معلم سختگیر میدونن که توی دوران ابتدایی راهنمایی تو مدرسه حتی براشون همیشه درس و مشق میداد و میگفت اگر اون معلم رو من نداشتم هیچ موقع به اینجا نمیرسیدم. پس برای خوبی ماست، هر نوع میسوایی که خداوند سر راه ما قرار میده برای پیشرفت ماست.
درسته. غرور ما بعضی موقع اجازه نمیده که قبول بکنیم که اتفاقات زندگی یک ویتامینیه، یک دارویه برای درمان خودمون. درسته. هوا و هوسمون اجازه نمیده که بخوایم میسوت رو، نشاما رو، تورا رو، یتر حتوب رو دنبال بکنیم، چون میگه آخه برای چی؟ نمیبینی مردم دارن انقدر کیف زندگی شروع میکنن، تو برای چی بری صبح علل طلوع کنیسا، شب کنیسا، تورا، این اون، برای چی؟ مغازه تو مخصوصا روز شبات ببندی انقدر درآمد میتونی داشته باشی، برای چی؟ این که شخص هوا و هوسش نمیگذاره که راحتی و حقیقت و قدوسیت تورا در زندگیش کمکش بکنه، و اون موقع است که متاسفانه به بنبست میخوره، و اون موقع است که بر میگرده به خداوند. اگر ما حرف هشم رو که میگه کله کختوم نتتی لخم تراتیل تعذبون، این هدیه خوبی که من به شما دادم لکختو منظور توراست، ال تعذبو ترکش نکنید. خداوند داره به ما میگه تورا شاه کلیده، لازم نیست هر دفعه بخوای به من تفیلا بخونی، به تورا رجوع کن، به میسوت. ببین دارویی که باید مصرف بکنی چیه؟ هی نرو پیش دکتر. موقعی که انسان واقعا تورا رو تو زندگی دنبال بکنه، ببینه چقدر اصرار و التماسش به خداوند کم میشه، چون میبینه با هر میسفایی که انجام میده چطور یک دریچه نجات و نور تو زندگیش میاد، و چطور حقیقت زندگی رو پیدا میکنه که قصه چی رو بخوره و قصه چی رو نخوره، کیف چی رو بکنه و کیف چی رو نکنه، که واقعا مرز غم و خوشحالی رو تو زندگیش تعیین میکنه. و دیدیم چطور آدام آرشون با نافرمانی که کرد قصه های زندگی خودشو بیشتر کرد، چیزی که اصلا نمیبایست بود نگرانش باشه. یعنی چی؟ من نتونم اتداعت رو بخورم، این کمبود رو تو زندگیم تحمل بکنم. اتفاقا این کمبود اومده که لذت بقیه درخت ها رو در نظرت بالا ببره، بقیه امکانات و براخای زندگی رو در نظرت بیشتر بکنه. آخل تخل میکل اتحگان. پس قبل از اینکه خداوند بخواد یک مسئولیتی به ما بده، اول جایزش رو به ما میده، بگه این حقوقش، اینم جایزت، حالا این مسئولیت یا این مشق یا این فرمان رو انجام بده. پس خداوند میتونست کانترکت رو، ده فرمان رو، تورا رو تو همون مصر با قوم اسرائیل بگذاره، بگه ببینید به شرط من نجاتتون میدم که با من اول یک کانترکت امضا بکنید که میسوت رو انجام میدید، قبول میکنید. اول خداوند نجات داد از مصر، بعد پای کوه سینای تورا رو به ما داد. اینقدر خداوند نجاتش قبل از هر مسئولیتی یا خواسته ای برای ما مهیاست. قبل از اینکه خداوند شبات برسه ببینم تو شبات رو چطور نگه میداری، از روز جمعه دو برابر مان رو میباره، میگه بیا این پیشا پیش حقوق شباتت، شباتت در اختیار من باشه، استراحت کن. همین من استراحت بکنم در اختیار تو هستم، فرمان بردار تو هستم. بله، اینم مزدش جمعه دو برابر، مان رو برای دو برابر میبارم. یعنی لازم نیست که آدم وایسه بگه بذار من یه میسوا بکنم تا مزدی بگیرم. قبل از این که میسوا رو بکنی خداوند مزدتو داده. اگر کسی واقعا این ایمان رو تو زندگی داشته باشه،
قبل از اینکه خداوند به آدم هارشون بگه از چی نخور، گفت چی بخور، خدمت تو، نوش جونت، برو از تمام باغ استفاده کن. پس همین آیدیا و کانسپته که متاسفانه ما رو از خدا دور میکنه. اون مزدی که قبلش گرفتیم رو متوجه نیستیم، فقط میبینیم چه فرمانی خداوند به ما داده و اون موقع است که میگیم بابا آخه چجوری من انجام بدم اینو، چه موقعی میتونم مزدشو بگیرم. اون موقع است که همین به ما میگه ولش کن، حوصله ندارم. اما اگر کسی بدونه که قبلا تو حسابش واریز شده، صد البته که هی میره به بهانه این که میخواد میسوا انجام بده، از خداوند مزد بیشتری قبل از انجام هر میسوایی قبول بکنه. و خداوند همینو در ناوی به ما میگه، میگه آخه من قبل از این که به کسی خونه بدم چه تقاضایی داشتم که میسوای مزوزا رو انجام بده؟ اول بهش خونه رو دادم، گفتم برای خونت مزوزا بزن. قبل از که من به کسی لباس بدم ازش درخواست نکردم که سیسید بزنه، اول لباس رو بهش دادم، گفتم حالا به لباست سیسید بزن. قبل از اینکه خداوند میسوای رو به ما بده، مزدشو، پاداششو از قبل به ما میده. پس یکی از حقایق و یا ایمانی که شخص باید تو زندگی داشته باشه همینه که بندگی خداوند با هر بندگی دیگه ای فرق داره. بقیه بندگی ها اول کار کن بعد مزد بگیر، اما بندگی خداوند میگه اول مزد بگیر بعد کار بکن. تا این حد پس اگر واقعا این چنینه، بریم دنبال یه میسوای بگردیم که زودتر حتی قبل از انجامش مزدش خداوند بهمون بده. و اتفاقا حخامی میگن اول ملخوت شامین، اول تورا، اول میسوت. کسی که حتی در فکرش میگه میدونی چیه؟ بل ندر، من میخوام بل ندر دیگه دوشنبه پنجشنبه تفیلین ببندم، من دیگه بل ندر میخوام سه شنبه جمعه ها صدقه بدم، دیگه میخوام یک شنبه چهار شنبه ها کلاس تورا برم. حتی در فکرش مخشبا تووا میستارف لمعسه، در فکرش به فکر یک انجام میسوای میاد، خداوند پاش حساب میکنه مثل اینکه انجام داده، بیا اینم مزدش، اینم گئولا، اینم نجات، اینم کمکی که میخواستی. چرا؟ چون میسوا انجام دادی، من فقط فکرشو کردم. مخشابات تووا میسترف لمعسه، این که تو فکرشو کردی برای من عمله و پیشا پیش مزدشو انجام میده، قبول میکنه. چه کمپانی از این بهتر که آدم همچین سابکاری داشته باشه؟ کار نکرده مزد میده، فکر کرده انجام به حساب میاد. پس راست شو بخواید لازم نیست که آدم هی دست به دامن خداوند بشه، التماس خداوند بکنه، اشک بریزه که براش یه مشکلی رو حل بکنه. برو میسوا کن، هنوز میسوا نکرده مزدشو خداوند بهت میده، گئولا نجات رو نصیب خودت میکنی. همین الان برای شبات برو آمادگی ببین،
چون داری برای شبات آمادگی میبینی، به پیشواز شبات داری میری، زخوت شبات رو پیشا پیش داری ماگن خودت میکنی و گئولا و نجات شبات رو برای خودت هدیه میاری. برای شاوود از همین الان شروع کن به شمارش. شیوا شاوود تسپور لاخ، مثل این که چون چشم انتظار هستی داری به استقبال شاوود میری، با سفیرت ها عمر زخوت شاوود رو ماگن خودت میکنی. پس بیایید ما دنبال میسوا بریم، نه اینکه میسوا دنبال ما بیاد. میسوا گررت میسوا، همطور که در پرکه آوات میگه شما لازم فقط یک میسوا انجام بدی، میبینی بقیه میسوا هم چیه؟ میان سراغت. و مطمئنان جوکم که فهمیدید که یه بار یک کشیشه میره سلمونی، میره سلمونی، بعد از که تمامشه میاد پول بده، اون طرف میگه نه نه نه، من از افراد روحانی قبول نمی کنم، این وظیفه من بود، یه افتخار بود که من سر شما رو بزنم. فردا این کشیشه برمیگرده یه کتاب انجیل بهش هدیه میده. روز بعد یک مسلمونه میره، بازم موقع که ریشو چیزشو میزنه میاد پول بده، میگه نه من اشخاص روحانی چارج نمی کنم. اونم فردا برمیگه یه قرآن میده. روز سوم یه ربایه میره، بعد از این که ریششو میزنه اینا میاد پول بده، میگه نه من اشخاص، فردا 10 تا ربایه دیگه سر اونجا میرن. میسوا گررت میسوا، یه میسوا شما بکنیم میسواهای دیگه هم دنبالش میرن. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین.